کشته شدن ملا دادا جان مشاور نظامی گروه طالبان در ولایت پنجشیر. طالبان 7 جوان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت در تخار بازداشت و شکنجه کردند و بازداشت قماندان امنیه پیشین ولسوالی غورق ولایت قندهار از سوی طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا تمامی ویدیوهای خبری این کانال را تعقیب نموده و از تازه ترین و جدیدترین خبرهای روز در کشور با خبر شوید. مشروع اخبار روزنامه 8 صبح در برگه فیسبوکش می نگارد: 8 صبح قندهار. منابع محلی از ولایت قندهار می گویند که طالبان قماندان امنیه پیشین ولسوالی غورک این ولایت را بازداشت کرده اند. یک منبع معتبر محلی در ولایت قندهار روز یکشنبه 8 جوزا و روزنامه 8 صبح می گوید که فرد بازداشت شده با چا نام دارد و از 2 روز به این سو توسط طالبان بازداشت شده و تا هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. باچا در حکومت پیشین قماندان امنیه ولسوالی ناآرام غورت قندهار بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صدها مورد بازداشت، شکنجه و قتل نیروهای امنیتی حکومت پیشین به ثبت رسیده است. روزنامه 8 صبح نیز می نویسد: طالبان 7 جوان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت در تخار بازداشت و شکنجه کردند. 8 صبح تخار. منابع محلی در ولایت تخار می گویند که طالبان 7 تن از جوانان ولسوالی ورسج این ولایت را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه کردند. منابع روز یکشنبه 9 جوزا و روزنامه 8 صبح می گویند که این جوانان از روستای ایمند ولسوالی وسج هستند که تازه از ایران بازگشته بودند. با گفته این منابع، طالبان جوانان این روستاها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت می کنند و شماری از آنان را با ضمانت دوباره آزاد می کنند و تعدادی را در بند نگه می دارند. گفتنی است که طالبان چند روز پیش نیز 6 تن دیگر را در روستای خرماب ولسوالی فرخار این ولایت بازداشت کردند که تاکنون از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. با اساس یک خبر دیگر، انجینر دربندی در برگه فیسبوکش می نویسد: خبر کشته شدن یک تن از میلیشه‌های طالب در پنجشیر. نعیم ولد جمعه خان، مشهور به ملا دادا جان، باشنده اصلی قریه سنزلی ولسوالی ژیره ولایت قندهار، مشاور نظامی گروه تروریستی طالبان برای ولایت پنجشیر، توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شد. از توجهتون جهان سپاس. وقتتون خوش. خدا نگهدارتون.